در روز دیگر از ایام خجسته نوروزی، من جمشید چالنگی به شما سلام میگویم. در این شماره تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نگاهی میاندازیم به تازه ترین پیامدهای فساد مالی در ولایت فقیه. آن سوتر مذاکرات اتمی نمایندگان جمهوری اسلامی و 5+1 به کجا رسیده است؟ برنامه اتمی حکومت فقیه تا کنون چه زیانهایی برای ایران و مردم ایران داشته است؟ آیا از میان برداشتن تحریم‌ها باعث حل همه مشکلات اقتصادی ایران می شود؟ نامه سرگشاده خشایار دهیمی، نویسنده ایرانی به آیت الله خامنه‌ای، در این نامه خطاب به رهبر حکومت فقیه آمده است: نمیتوانی آمال 70 میلیون نفر را به پای غرور و کینه‌توزی شخصیت قربانی کنی. و در جنوب خلیج فارس، آیا آنچه در یمن میگذرد آغاز جنگی رو به گسترش میان شیعه و سنی در منطقه است؟ با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر در لندن آقای علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای محسن سازگار. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده، با سلام به شما و خجسته‌باد دوباره نوروزی. درود میفرستم به شما جناب چالنگی عزیزم و همینطور به همه مردم عزیز میهنم، به دکتر سازگارای نازنین و منم مثل شما آرزو میکنم تا اینجای نوروز خوش گذشته باشه و بقیهش هم خوش بگذره، به ویژه در خانه پدری. و همینطور خجسته‌باد دوباره روزی به شما آقای سازگارا. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز، و من هم به سهم خودم نوروز و سال نو رو مجدداً خدمت همگان شاد باشند. خب این روز یعنی تا 13 به در و بعد از 13 به در، روزهای آینده امسال و سالهای آینده شما عزیزان روزگار خوشی داشته باشید، سرشار از شادی روزافزون و تندرستی. و ما آقای نوری‌زاده عزیز، ببینید، اون چی که در سال گذشته یکی از شاخصهای خبرهای مربوط به صحنه داخلی، عرصه داخلی ایران بود، فساد مالی بود. بله. نکته حیرت انگیز این هست که گزارش ها داده می شد، میلیارد ها هر از چنگایی علم می شد، خبر می شد، خبرهای گسترده، و بعد خاموش می شد. این رو شو تغییر می کنه، این که هیچ کدوم از این پرونده های فساد مالی به جایی نرسید در کشوری که مردمش شب عید محتاج بنزین برای مسافرت های نوروزی بودن و بسیارشون هم نتونستن به هر حال سفره آبرومندی برای سفره لازمی برای نوروز داشته باشن. یه تصویری آقای چالنگی دیدم، چند تا کودک در یکی از محله های جنوب شهر تهران شب چهارشنبه سوری در میان خاکروبه دنبال چیزی برای خوردن میگشتن، سیب های گاز زده و میوه های گندیده رو پیدا کرده بودن و میخوردن. طبیعتا همین است. اما بگذارید من یک نکته رو برای شما بگم. در روز زمان انقلاب یکی از مسائلی که مکرر به گوش ما میرسید، صبح تا شب در باب اون تبلیغ میشد، فساد رژیم بود و اینکه بله اینا دزدن و بردن و میلیاردها دزدیدن. حالا راجع به خاندان سلطنتی صحبت از 50 میلیارد آقای ابراهیم یزدی میکرد. این خیلی برای من جالبه و در مصاحبه که خودم با ایشون داشتم گفتن.
و دیگران هم کم و بیش ارقام نجومی رو میدادن. فهرستی توسط توده‌ای‌ها در بانک مرکزی منتشر شد که نشان میداد بلندپایگان کشور میلیاردها دلار از کشور خارج کردند. 4 نمونه آنها رفتن شکایت کردن به دیوان عالی کشور و بعد معلوم شد که 1 نفر برای فرزندانش در خارج 18,000 دلار فرستاده که هزینه 6 ماه اونا بوده و این تبدیل شده به 18 میلیون دلار، و دیگری 3,400 دلار برای همسر بیمارش فرستاده بود تبدیل شده بود به 3,400,000 دلار، و 2 دیگر نیز چنین بودند و 4 دیگر و 5 دیگر و 100 دیگر هم چنین بودند. و در اون کشور اینقدر مردم ما از سادگی باید بگذریم که این فهرستا رو باور میکردن و در کشور میگفتن بله اینا اومدن رفتن از طریق بانک مرکزی تو مملکت شاه و نخست وزیر و غیره هست 800 میلیون دلار خارج کردن، و کسی نمیپرسید برای چی باید اینو خارج کنن. ریال ایران در همه دنیا قیمت مسابقه و قیمت رسمی داره. تو کنزینگتون لندن همون زمان که پوند در ایران 12 تومن بود یا 14 تومن بود، همینجا هم توی صرافی به شما 14 تومن میداد. مثل حالا نبود که به برکت ولایت فقیه ریال ارزش کاه هم نداشته باشه. بعد انقلاب شد، پاکان روی کار آمدن، پاکانی که میخواستن جلوی دزدی ها رو بگیرن و بیان و درآمد نفت رو بین مردم تقسیم کنن. 8 سال اول که جنگ بود، در دوران جنگ دزدی ها به صورت پولهایی میشد که برای خرید اسلحه میرفت و حیدریوار اونها رو میبلعیدن و کفاشزادوار میخوردن و رفیق دوستوار به مصرف امور دیگر میرساندن. و بعد از اون دوران سازندگی بود که گفتن آقا دزدی آزاد، منطقه یه مقدارم بسازیم. ساختن، وامهای کلان از دنیا گرفتن، کشور رفت تا خرخره زیر دین، اما حداقل یه حرکتی در کشور شد، سازندگی شد، کارخونه های درست شد، واحد های کوچک صنعتی اینجا اونجا برپا شد. بعد دوران آقای احمدی نژاد اومد، دوران پاکی، دوران مبارزه با فساد. ما آمده ایم که فاسدان دوران سازندگی رو نابود کنیم، و اینایی که اومده بودن افسد الفاسدین بودن. دستگاه قضایی هم دستشون، دستگاه امنیتی هم دستشون. به فرمان مقام معظم گفتن اشکال نداره وزارت اطلاعات هم کار صنعتی و تجاری بکنه. رفتن به دنبال کار تجاری، مردم رو میگرفتن زیر گلوله، کاترپیلا رو باید تحویل بدی، ندی میکشیمت، میگرفتن. باید آقا شرکت بی ام دبلیو رو باید تحویل بدی، ندی میکشیمت. شرکت های مردم رو گرفتن. بعد در این دوران پر افتخار این آقایی که امروز معاون قوه قضایی است و دادستان بود، محسنی اژه‌ای، بی سوادی که یک زندانی امتحان دیپلم رو براش داد، میلیاردها دلار به جیب زد، یک امنیت خانه کوچک درست کرد. علی آقای راننده آدم بزنش شد، برادران افراشته رو گرفت، به قصد کش زد، شکنجه کرد و برچاشون رو ازشون گرفت. و نمونه های دیگه، واعظ تبسی در خراسان، اینها کسایی که پیوسته بودن به حلقه ولایت، بیرون از حلقه ولایت هم دزدان، رئیس دزد احمدی نژاد رو شاهد بودیم، بانک ها رو غارت کردن، تمام بانک های ایران ورشکستن، همشون ورشکستن. و الان هم یعنی ببینید آقای چالنگی، من اگه بخوام انگوش روی مورد بگذارم، در واقع رو انگوش رو 2 مورد میذارم، 2 بیگناه، فاضل خداداد و ماهافرید خسروی، که این 2 رو کشتن که از بانک وام گرفته بودن، پول خودشون هم گذاشته بودن، اینا رو به قتل رسوندن به خاطر که وابسته به 1000 فامیل حکومتی نبودن. اما برادر آقای رفیق دوست در زندان مأمور خرید شد که اونجا هم به جیب بزنه، بعدم اومد بیرون. خب منظور آقا مرتضی، بله بله. خب آقای سازگار، اونچه که آقای نوری‌زاده گفت شرح ماجرا هست، یه شمه مختصر تصویری از روند حیف و میل هست در این سالها. اما علت این که این پرونده ها سرانجامی پیدا نمی کنه، به جایی نمی رسه،
به حال این جناها با هم اختلافاتی دارن، جناها بر اثر همین اختلافات هست که این جنا پرونده های اون یکی رو میکنه، بابک زنجانی رو بازداشت میکنه یا هرچی، ولی چرا تا همون حد مونده میشه، متوقف میشه، به پیش نمیره، بعدش پرونده دیگه، بعد پرونده دیگه. بازم اشاره میکنم که در کشوری که کارگر ایرانی نتونسته، من سراغ دارم، نتونسته رخت عید برای دو تا بچه‌ای که داشته بخره، همون رخت پارسال و ماهای گذشته رو شستن و تمیز کردن و دوباره تنشون کردن و یک جعبه شیرینی تونست تهیه کنه. کارگری رو من میشناسم که فقط یک جعبه شیرینی مختصر تونست روی سفره بذاره، کارگر صنعتی هم هست حتی. بفرم. فساد در اقتصادها آقای چالنگی پدیده پیچیده است که وقتی که لونه هم میکنه مبارزه باهاش بسیار بسیار دشوار میشه. معمولا فساد در اقتصادهای دولت سالار و حکومت مدار به جای اقتصادهای آزاد و بازار محور لونه میکنه و عوامل متعددی هم داره، مثل قوانین بد، مثل عدم آزادی مطبوعات، عدم آزادی احزاب رقیب و فضای آزاد سالم رقابت سیاسی و همینطور فضای سالم رقابت اقتصادی، مجموعاً باعث میشه که فساد لونه بکنه. عوامل فرعی دیگه‌ای هم داره، مثل نابخردی مسئولین بانک‌های مرکزی که نرخ‌های چندگانه ارز پیدا بشه، پول چند نرخه بشه و ایجاد رانت‌های اقتصادی با شکل مجوزهای خاص و غیره و عوامل دیگه‌ای. ولی اصل ماجرا در اقتصاد دولتی و مالکیت حکومتی ها بر ارکان اقتصاد و بیرقیب بودن و غیر شفاف بودن که باعث میشه به سرعت فساد رایج بشه. به نسبتی که حکومت ها دستشون در اقتصاد ها باز میشه، این مقدار فساد بالا میره. حکومت شاه هم از این آفت در امان نبود، ولی چون دخالتش در حکومت کمتر بود، مقدار فسادش کمتر بود. من یک بار از آقای دکتر نوربخش، خدا رحمتش کنه، رئیس بانک مرکزی که بود، سال 61 پرسیدم که آقا بالاخره حالا اون عدد 40 میلیارد دلار که زمان انقلاب منتشر شد و اینها که قطعا صحت نداشت، دروغ بود، همچون عددی اصلا در کشور وجود نداشت کسی بتونه بدزده، ولی واقعا شاه چقدر از کشور خارج کرده؟ ایشو گفت ما اسناد بانک مرکزی رو که نگاه کردیم 150 میلیون دلار مجموعاً در حساب شاه در واقع از کشور خارج شده، که خب نسبت به اعدادی که امروز هست واقعاً به نظر شوخی میرسه، ولی البته یک دلارش هم زیاد کسی برداره از کشور، به خصوص مقامات بالا، ولی واقعاً نسبت به اعداد امروز بسیار ناچیز به نظر میرسه. به هر صورت در فساد پیچیده‌ای که کشور رو فرا گرفته و مملکت رو احاطه کرده از صدر تا ذیل، این ماجرا که چرا رسیدگی نمیشه، چرا انجام نمیشه، برای اینکه هیچ چاقوی دسته خودشو نمیبره، برای اینکه اون قوه قضایی هم برادران لاریجانی هم تا بن دندان فاسد هستند، برای اینکه دستگاه قضایی همجور که دکتر نوریزاده هم میگن دادستانش، معاون قوه قضاییش فاسده، برای اینکه بیت رهبری فاسده، برای اینکه سپاه فاسده و اینها ممکنه گاهی هم با هم رقابت بکنن، ولی وقتی پای حساب کشی در میون میاد همشون با هم متحد هستن و اجازه نمیدن که پرونده ها رو بشه. متاسفانه در دولت روحانی هم الان اخباری که میرسه فساد لونه کرده، در بعضی بخشاش دیده میشه که حالا مطالبی که پشت سر آقای
نعمتزاده وزیر صنعت معدن تجارت گفته میشه رو من نمیخوام بگم همش درسته، ولی به هر حال از معاملاتی که خبر میرسه، گاهی برادر آقای روحانی، گاهی برادر آقای جهانگیری، گاهی منصوبین وزرای دولت ایشون درگیر هستن، متاسفانه اینجا هم خبرهای خوبی نمیرسه. و وقتی که ببینید حزب رقیب نیست، مطبوعات آزاد نیست، از چیزی نمیترسن، جلوگیری کسی نمیتواند بکند، بدیهی است که فساد پیچیده تر میشه. به هر حال در کشورهای دنیا آقای چالنگی تجربیاتی که در مبارزه با فساد هست نشون میده که یک پای مبارزه مواقعی است که مردم پا در میدون میذارن. در ترکیه وقتی دولت اربکان دچار فساد گسترده بود، اکسیون گسترده‌ای که مردم انجام میدادن، هر شب ساعت 9 چراغ رو خاموش میکردن یک دقیقه اول، ولی بعدن مردم افزایش دادن و همگیر شد در ترکیه، میلیون ها نفر مشارکت کردند با شعار روشنایی مداوم، خاموشی موقت، روشنایی مداوم در واقع. یا در پرو وقتی مردم دست هاشون رو بالا میگرفتن به نشانه که دستهای پاک ما داریم و مقابله میکردند، اینها باعث میشد که ارکان حکومت ها به لرزه در بیاد. در ترکیه البته ارتش وارد کار شد، دولت اربکان 6 ماه بعد سقوط کرد. و یا در مصر هم زمانی به خوبی مردم وارد مبارزه با فساد شدند و مصر پاک رو مطرح کردند و امثال هم. به هر حال کشورهایی مثل لهستان بعد از سقوط کمونیست ها که توانستند اقتصاد رو آزاد کنند، راه راندخوری رو ببندند و بسیار سریع عمل کنند، توانستند دامن خودشون رو از فساد گسترده که در دوره کمونیست ها بود بیرون بکشند و اقتصادشون رشد 8% تجربه میکنه. اما کشورهایی مثل اوکراین یا پاره دیگه از کشورهای بلوک کمونیستی که نتوانستند این کار رو بکنند، بعدن هنوز که هنوزه در این منجلاب گیرن و گرفتارن. به هر حال به نظر من از این ساختار حکومتی، قدرت متمرکز فقیه و چه در عرصه اقتصاد چه در عرصه سیاست و اعوان و انصارش نمیشه انتظار داشت که بتوانند با فساد مقابله بکنند. و این ساختار معیوب فکر نمی کنم که بشه انتظار داشت که درمانی برای فساد داشت. خب من یک اشاره بکنم، تمام انقلابیون، اکثر انقلابیون صاحبان اسامی که بودن در جریان انقلاب، اینها در دامن زدن به این مسائل، به هر حال آقای نورزاده به آقای یزدی اشاره کرد، ابراهیم یزدی، من به آقای مقدم مراغی اشاره میکنم، عضو کانون وکلای ایران، با حمایت حسن نزی که بعدا به وزارت نفت رسید در دولت آقای بازرگان، عکس مارهایی که کشیده، بیانیه‌ای رو بیرون دادن که درآمد نفتی ایران در یک روز اینقدر به دلار به تومان که تبدیل میشه و هر 5 تومانی میشه با این درآمد نفتی یک روز ایران چندین بار کره زمین رو دور زد. درست قضیه عکس مار. و این درآمد نفتی رو شاه و اطرافیانش میبلن. اینی که فساد بود، کم بود، زیاد بود، چقدر بود، این بحث دیگه است، ولی اینی که چنین سوء استفاده برای بسیج مردم و چی میگن هیمه به کوره انقلاب ریختن و به این روز رسیدن، بد نیست برای نسل جدید که بیاد بیاد. آقای نوریزاده، اسم لهستان به میون اومد، پرسش من اینه که آیا فساد و وضعیتی که هست امروز هست یک شبه به وجود اومد یا 23 بهمن ماه؟ چون اسم لهستان اومد من به یک نکته اشاره کنم. در دولت‌های اول، در دولت رفسنجانی و دولت پس از اون حتی، معاملات با کشورهای اروپای شرقی انجام شد، از جمله لهستان، معاملات صنعتی.
و واسطه ها در این معاملات صنعتی خریدن کارخونه های دست دوم میلیون ها به جیب زدن. اسناد مدارک این معاملات وجود داره و اینها به جیب زدن، و که از متخصصانی که این کارخونه ها رو به اصطلاح می خریدن یا مسئولان دولتی که متخصصانی که کارشناسی می کردن و یا مسئولان دولتی که در این معاملات حضور داشتن. اون وره قضیه این بود که بله کارخونهایی برپا شده و دوره سازندگی است. سوال مشخص اینه که این فسادی که امروز هست کار دولت آقای احمدی نژاد یک دولت یا نه ولی فقیه آمد سنگ بنا رو گذاشت، چون خود آقای خمینی متهم به دزدی نیست و به اینجا رسیدیم که امروز هستیم. بله حضورتون عرض کنم، اجازه بده آقای چالنگی من دو سه تا توضیح کوچیک بدم. حتما. به هر حال اعتقاد دارم ما اینجا مسئولیت هم داریم و وقتی صحبتی رو میکنیم این صحبت باید آدم روش تعامل بکنه. مسئله در رابطه با فساد، چون ما یه برنامه ویژه‌ای هم داریم که به زودی پخش خواهد شد، محرمان مستقیم، و این در اونجا هم بررسی میشه. آقای حسین فریدون برادر آقای روحانی تو هیچ کدوم از این معاملات حضور نداره. یک زمانی سفیر ایران در مالزی بوده و بعد از اونم تو کار معاملات و اینا نبوده، الان هم هیچ نوع کار معاملاتی نداره. اینا رو من میگم فقط برای اینکه واقعا اسم آدمی به نادرستی برده نشه و اونایی که واقعا مظهر فسادن اسمشون ذکر بشه. نکته بعدی در برای آقای مقدم مراغه‌ای، ایشون عضو کانون نویسندگان هم بودن و من ایشون رو در واشنگتن دیدم بعد از انقلاب، یه مدت کوتاه استاندار آذربایجان شرقی بودن و اونجا هم اتفاقا من دیدمشون و خیلی هم محبت کردن به اتفاقای مرحوم مرتضوی معاونشون، ولی در واشنگتنشون دربون هتل هالیدی این بودن و وقتی ما از تاکسی پیاده شدیم من ایشون رو دیدم از خجالت من برگشتم رفتم از در دیگری تو رفتم، که این مرد فهمیده آگاه آشنا به مسائل فرهنگی و ادبی رو نبینم. بله متاسفانه در روزهای اول انقلاب وقتی جبهه ملی گفت که خورشید این بار از مغرب طلوع کرده و اون ضربه سنگین رو بر پیکر زنده‌یاد دکتر بختیار فرو آوردن و قانون اساسی رو که سوگند بهش یاد کرده بودن و زنده‌یاد دکتر مصدق پایبند اون بود زیر پا گذاشتن و سه ماده‌ای به خمینی دادن، خب از این چیزا معمول بود. اما اینی که فرمودید در مورد فساد، ببینید آقای چالنگی عزیزم، معمولا در تمام نظام‌های مردم سالار رسانه‌ها ابزاری هستند که با نظارت بر کار دستگاه دولت و دستگاه‌های نظام جلوی فساد رو می‌گیرن. روزنامه‌نگار میاد رئیس جمهوری مثل نیکسون رو پایین می‌کشه، یا در فرانسه می‌بینیم چه اتفاقی می‌افته، در جاهای دیگه در کشورهای مختلف شاهد این هستیم که قدرت رسانه چقدر زیاد. در کشورهای استبدادی اونم از نوع آدمخوار و در کشورهای دموکراتیک حکومت از روزنامه نگار حساب میبره، مراقب دست است با خطا نکنه. در کشورهای غیر دموکراتیک و سرکوبگر این روزنامه نگاره که در وحشت دائمی به سر میبره، این اهل رسانه است که میلرزه یک کلمه میخواد بگه، که شاهدش بودیم در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، در جریان فسادهای مالی بزرگ، به محض اینکه روزنامه نگاری دهان باز میکرد که کلمه ای از حقیقت رو بگه سه تا پرونده براش ساخته میشد، راهی زندان میشد یا در مواردی دچار مصیبت‌های بزرگتر میشد. بنابراین وقتی حساب و کتاب نباشه، مثلا دیوان عدالت اداری، سازمان کل بازرسی کشور، وقتی تمام این سازمان ها توسط شاخه هایی از این درخت هزار فامیل اداره میشن، خب به خودشون که ضربه نمیزنن، یه بیچاره ای رو که تو این درخت نیست همونطور که گفتم مثل امیر خسروی میکشن، مثل فاضل خدادادو میکشن. الان هم شما اگه نگاه کنید
اگه بابک زنجانی رو نگه داشتن یا اگر آقای جزایری رو نکشتن به خاطر این بود که پولاش رو بگیرن و بابک زنجانی رو هم الان اژه‌ای و 4-5 تا زالوی دیگه به جونش افتادن که دار و ندارش رو بگیرن، حالا بعد بکشنش یا نکشن دیگه اون بستگی به معرفتشون داره. ولی از خداشون آقای ناصر واعظ طبسی رو کسی کاری نکرد در شرکت المکاسب تو دبی، کاری به اون 120 میلیارد کسی نداشت و موارد متعدد دیگر که شاهدش هستیم. پس فساد اولا چون حکومت مستبده نمیشه ازش پرده برداشت، در دوران آقای خاتمی چون حکومتگران دزد نبودن یه مقدار در اون دوره شفافیت بود و دزدی کمتر، ولی اون عوامل فساد سر جاشون بودن، اون تمام تشکیلات فساد سر جاش بود و در نتیجه احمدی نژاد که اومد خب آشو شور کرد و مشغول شد و حالا رسیدیم به دوران آقای روحانی که اگرم میخواد کاری بکنه نمیتونه، چون وقتی دستگاه قضایی فاسده و در رأسش یکی از فاسدترین قارونهای نظام نشسته کاری نمیتونه بکنه. خب آقای سازگار، نامه آقای خشایار دهیمی منتشر شده که میدونیم بعد از چند ساعت از روی سایت یا فیسبوک ایشون برداشته شده و خود ایشون هم چند خطی نوشتن، ولی به هر حال این نامه منتشر شده. آقای خامنه‌ای اولین بارم نیست چون نامه می نویسن و اشاراتی که کردن در این باره که من هیچ نگرانی ندارم، میتونید من رو به زندان ببرید بکنید، اما شما به اصطلاح ظالم هستید و مساله میلیون ها نفر رو به پای غرور و کینه‌توزی شخصیتون قربانی کرد. اخبار هم بود که بیش از 90 میلیارد دلار فقط یک قلم زیر نگین آقای خامنه ای هست. تمام این شاخه های فساد، فساد مالی، غارت سفره مردم، آیا واقعا مرتبط هست به بیت رهبری؟ آیا این توازنی که میون جناح‌های تشکیل دهنده حکومت فقیه هست یک توازن بر اساس فساد مشترک هست که در رأسش آقای خامنه‌ای هست و این توازن رو هدایت میکنه، یا چی؟ یا آقای خامنه‌ای خیلی این 95 میلیارد هم که میگن به هر حال سهم امام بوده، خود زکات و هر چی که بوده و دارن مصرف میکنن در راه مؤمن و مؤمنات و هیچ مبرا هستن بیت رهبری از فساد؟ استغفر الله. آقای سازگار، بله اگر اجازه بدید من یه توضیح کوچیکی در مورد مطلبی که دکتر نوری‌زاده فرمودن عرض کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. کوتاهی بفرمایید. بله، به قول جاهلا قدیم میگفتن خدا کنه فکرایی که زنمون میکنه برای ما درست در نیاد، فکرایی که مادرمون میکنه درست در نیاد، فکرایی که زنمون میکنه درست در بیاد. طعنه و شوخی از این که اگر شب دیر بره خونه مادره فکر میکنه افتاده تو جوب، رفته زیر ماشین، تو بیمارستان زخمی شده، و زنه ممکنه فکر کنه رفته کافه داره خوش میگذرونه و غیره. حالا منم واقعا به همین سیاق میگم خدا کنه حرفی که آقای نوری‌زاده میزنن درست باشه و دولت آقای روحانی، دست اندرکارانش و فک و فامیلاشون که اطرافشون هستن سالم باشن و دستای پاکی داشته باشن. اما متاسفانه دیروز یکی از دوستان من که نزدیکم هست به بسیاری از مقامات حکومتی بیرون از ایران آمده و با من صحبت میکرد، او برای من نکاتی رو نقل میکرد از درگیری بسیاری از دست اندرکاران دولت که من فقط به یک اشاره گفتم و رد شدم. امیدوارم که خبر آقای نوری‌زاده درست باشه و نه خبر این دوست ما که نزدیک و دست اندرکاره. ولی ببینید من آقای سازگار اجازه بدید، حالا چون مدرک اولا در مثال میگن مناقشه نیست ولی احتمالا هست، یعنی در این مثالی که زدید نمیدونم، حالا آقای نوری‌زاده گفته اول مثالی که زدید اون برش مادر شما میشه، این دوست شما دیگه نیست؟ عرض کردم امیدوارم که خبرایی که این دوست ما در تماس داشت غلط باشه، دست کم آدم دلش خوش باشه که دولت روحانی در سطوح مختلفش
مردمانی هن که عزم دارن تکم پاچون فاسد نشن. ولی چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اسناد مثلا دوست شما یا کسان دیگه که اسناد سوال من دقیقا همینه، چرا همه چیز نیمه تموم مطرح میشه؟ چرا نمیان بگن آقا طبق این سند اینجا و اونجا این بابا آقای بابک زنجانی به اینا پول داده به اونا پول نداده مثلا؟ از حکومتی ها یا از کسایی که اینجور اخبار رو به دست میارن؟ چه کسانی که در حکومت هم اونایی که نیستن و واهمه هم ندارن از شغلشون از دست بدن؟ خب فبه ها. بله والا حکومتی ها که خب روشنه، حالا بحث در واقع سوال شما مطرح میشه، ولی اونایی که دستشون به جایی بند نیست حد اکثر اگر بخوان تو اون مملکت زندگی بکنن حد اکثر تنشونو میکشن کنار بی صدا و سعی میکنن به امثال بندهی که در خارج و جای امن نشستم اخبارشون رو منتقل کنن به عنوان به هر حال رسانه ها. ما چون به هر حال کار رسانه‌ای و خبررسانی و روزنامه نگاری داریم میکنیم و از طریق ما به مردم خبر برسونن، وگرنه خودشون اونها هم باید بذارن از اون مملکت برن و که بزرگشون گوششون میشه. خیلی کسا آقای چالنگی، بچه هایی که سلامت هستن سالم هستن به عنوان واقعا وظیفه ملیشون و به عنوان وظیفه اخلاقیشون سعی میکنن به امثال شما روزنامه نگاران مستقل و مطرح در خارج کشور و کسانی مثل ما که به هر حال دسترسی به میکروفون و برنامه دارن اخبار رو برسونن تا منتشر بشه. در این حد دستشون هم درد نکنه و وظیفهشون رو سعی میکنن انجام بدن. ولی داخل حکومتی ها اونهایی که به هر حال خیلی هاشون شریک دزد هستند و حالا رفیق قافله هم که بعضیشون حتی نیستن و رسما برای مردم شاخشونه میکشن، اونها خب منافع دارن، منافع مشترک دارن. سعدی علیه الرحمه میگفت زباغ رعیت ملک اگر خورد سیبی برآورند رو آگاه درخت از بیخ. حالا ملک فعلی ایران آقای خامنه ای یه دونه سیب از درخت رعیت نخورده، ایشون دست کم سه تا بانک زیر دستش تو ستاد اجرایی فرمان امام و 95 میلیارد دلار فقط توی یک مؤسسه سرمایه جمع کرده که 50 میلیارد دلار فقط املاک مردم رو گرفتند و مصادره کردند و در قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا در اداره بسیاری از شرکت ها یک سر ماجرا به بیت رهبری ختم میشه و اون وقت وقتی که یک قدرت متمرکزی مافوق هر چون و چرایی میشینه، مافوق هر نقدی میشینه، نمیشه حتی اسم ایشون رو بدون القاب و عرشبت صد تا صلوات آوردش در جایی، بدیهی است که اعوان و انصار ایشون درخت رو از بیخ که چه عرض کنم باغ رو از بیخ از جا در میارن، برای اینکه کسی با عدیشون نیست، کسی نمیتونه بیاد بگه آقا شما مثلا فلان سردار فرض کنید سردار حجت در نیروی قدس سپاه در ماجرای مواد مخدر چی کار میکنه یا دیگرانی که دست دارن. ضمن اینکه تازه مواردی هم هست آقای چالنگی که اگر کسی پا روی دوم این حضرات گذاشته گرفتن و کشتنش و دست کم زندان کرد، یعنی باندهای مافیایی که زور دارن، اسلحه دارن، پول دارن و میتونن آدم کشی دارن و این واقعا از اون زمینه هایی که من قبلا هم عرض کردم کسی اگر بخواد سیاست ایران رو امروزه درست بفهمه و تحلیل بکنه این جناها، دوری و نزدیکی، دعواها، آشتیها و غیره، حتما حتما باید بتواند یک بخشی اطلاعات داشته باشه و تحلیل داشته باشه از مراکز پولی که اینها تصرف کردن و پولی که در دستشون هست، چون این چرخش این فساد و مؤسسات و شرکت ها و پروژه ها و
قاچاقچیگری ها و غیره، اینها یک بخش تعیین کننده زد و خورد های سیاسی هم هست، کما اینکه همین الان بحران جانشینی که سوتش رو آخرین روزهای سال گذشته با مسئله انتخاب آقای یزدی به ریاست خبرگان و کنار زدن آقای رفسنجانی کشیدن و ماراتون در واقع بحران جانشینی میشه گفت شروع شده، بخش بزرگیش رو اگه آدم بخواد درست بفهمه باید که بتواند اطلاعات فسادهای مالی رو هم به اون زمینه کنه تا معلوم بشه که چرا مثلا شیخ محمد یزدی رو باید بذارن رئیس، که در زمانی که رئیس قوه قضاییه بوده حتی پول گرفتن و احکام قضایی جابجا کردن، چه برسه به گرفتن کارخونه دنا و نمیدونم ده ها مؤسسه و کارخانه دیگه. بنابراین این که چرا در واقع این پرونده ها مطرح نمیشه، انتهای انتهاش به این است که در واقع مردم در صحنه حضور ندارن، نهادهای مدنی نیستند، احزاب رقیب نیستند، مطبوعات آزاد نیستند و اقتصاد دولت سالار دست اینهاست، منابع اقتصادی دستشونه و مردم رو محروم کردن از اونها، قوانین معیوب داریم، قوه قضاییه فاسد داریم. بنابراین یک آدم فاسدی که اونجا نشسته از چی باید بترسه؟ چرا اصلا وحشتی داشته باشه؟ از 44% اقتصاد ایران از هر نوع نظارتی بیرونه، بنابراین حتی نگرانی نداره که یه ممیز مالیاتی بیاد سر بکنه توی دفاترش. لذا آنچه که بتوانند میدزدن، میخورن، میبرن و نگرانی هم ندارن. من نگرانی ظاهرا جواب پس دادن به خدا و اون دنیا رو هم ندارم، برای اینکه من گاهی کار این آقایون رو نگاه میکنم به این نتیجه میرسم که قطعا ایمان دارن به اینکه خدایی نیست و آخرتی هم نیست، و اگر نه بعضی از این کارا رو دست کم تردید میکردن و نمیکردن. خب آقای سازگارا اشاره کرد به این بیت سعدی، اگر زباغ ملک، اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. شاید که اینی که آقای خمینی همون روزای اول ظهورشون برده تلویزیون زیر درخت سیب در نفلو شاتو نشسته بود، این شاید یک امر سمبولیکی بود، نمادین بود، برای اینکه به مردم حالی بشه که تموم شد و رفت دیگه، یک سیب و دو سیب هم به دست مردم نخواهد رسید، به طور کلی تمام درخت سال ما علماست، روحانیون شیعه است، رهبران شیعه، رهبران انقلابی شیعه، نه تماما، نه مثل کاظمینی بروجردی که در زندان هست، یا برخی از اونها مثل آقای منتظری که واقعا کاری ارجمند انجام داد، یا کسانی مثل آیت الله شریعت مداری که به هر حال با انقلاب به تمامی نرفت. آقای نوریزاده در همین زمینه اگر سخنی هست، ورنه پرسش های دیگه در زمینه نامه آقای خشایار دهمی و آنچه که در اون مثال مناقشه برانگیزی که آقای سازگارا زدن اگر سخنی دارید. من فقط اینو میگم، میگم غربی ها به اسحاق یا ایزاک نیوتن مینازن و اون سیبی که از درخت افتاد که به سا مقدمه دگرگونی های وسیع در عالم علم شد، و ما هم درخت سیب داشتیم، از زیرش کسی برای ما اومد که ما رو خواست 1400 سال ببره عقب و قوانینی در مملکت وضع کرد که آثار و نتایجش رو میبینیم، رژیمی فاسد، همه رو دروغگو، مزور، سرتاپا تظاهر و فسق و فجور، و به اسم اینکه اینا نظام اسلام ناب انقلابی محمده. حاج سیاه در اون سفرنامهش، سفرنامه داخلش، خاطراتش، هر جا وارد میشه اگر یک ذره آبادی باشه میگه الحمدلله اینجا آخونده قدرت ندارن، حاکم دستشون رو کوتاه کرده، و هر جا میره بدبخت و مفلوکن میگه ببین اینجا چقدر آخوند داره، دعا نویس داره، و این مردم بیچاره گرفتار کیان. ما همیشه گرفتارشون بودیم، منتها هیچ و همیشه اینا شریک حکومت بودن، ولی حالا شدن حکومت مطلق و داریم میبینیم نمونه هاشو. یعنی شما خیلی جالب آقای، خیلی جالب، من اینو بهتون بگم، در جمع روحانیون حکومتی شما یه آدم سالم نمیبینید، مثل اینکه اصلا لازمه این که شما
عمامه‌ای داشته باشید و مقامی فساده، فساد مالی، اخلاقی، تعرض به نوامیس مردم، شکنجه‌گری، هر جا نگاه میکنید اسباب تأسفه. یعنی واقعا آقای خمینی آمد آبروی روحانیت شیعه رو ببره، مذهب شیعه رو نابود کنه و این تفرقه و اینا رو بیاره که امروز شاهدشیم دیگه، که مذهب شیعه امروز به عنوان مذهبی که اومده کمر اسلام رو بشکنه در همه جهان اسلام مورد ملامته، در حالی که تشیع این نبود و نمایندگانی که تشیع رو معرفی می کردن آدمایی بودن با سینه های گشاده، باب اجتهاد مفتوح بود، یعنی ما مجال تعاطی افکار داشتیم. الان هم آقای دهیمی رو که میگید، اینها آقای دهیمی رو الان ور می دارن به عنوان آدمی که کفر گفته، به ساحت مقدس ولی فقیه توهین کرده، این رو میتونن مرتدش بخونن، میتونن هزار نو براش برنامه بزن، در حالی که تو تاریخ ما هست در همون زمان ناصرالدین شاه سید علی محمد باب رو آخوندا میگن اعدام کن، شاه میگه نه، همون ناصرالدین شاه میذاره مناظره بکنن و این مناظره علما در ایران یه چیز معروف بوده، یکیشون اینور انکار میکرده اون یکی تایید، بحث میکردن و طلبه ها یادداشت میکردن، اینا که اومدن گفتن نه، اسلام یعنی اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی، مظهرش هم سید علی آقا خامنه ایه، یه وقت خمینی بود حالا خامنه ای، خدا رحم بکنه به فردم. خب همین الان آقای نوری‌زاده کشیده شده این قضیه که اشاره کردید شما، این روحانیت شیعه که به قدرت رسیده، منطقه رو ظاهر داره میبره به سمتی که جنگ شیعه و سنی در چشمانداز دیده میشه، اون چی که در یمن میگذره، اون چی که در عراق میگذره، ببینید آقای در لبنان هست و چند و چندین ماه هست مانع به اصطلاح انتخاب رئیس جمهوری شدن در لبنان و بقیه راها. این کاملا درست صرفتون. ببینید آقای چالنگی، یک اصولی در ژئوپلیتیک هست که این اصول رو یک نظامی باید واقعا نادان باشه که این اصول رو رعایت نکنه. شما علاوه بر حاکمیت ملیتون یک منطقه امنیتی دارید که حاشیه امنیتیتونه. خیلی درسته که ایران نگذارد و نخواهد در عراق یک رژیم ضد ایرانی روی کار بیاد، یا حکومت مثلا آذربایجان پایگاه در اختیار دشمنان ایران بگذاره، یا در افغانستان شما دیدید آمریکایی‌ها در اوج قدرتی که در افغانستان بودن یا در عراق با ایران همکاری میکردن، چون اینا حق ایران میدونستن که نگران امنیت ملیش باشه، نگران حیات خلوتهای امنیتیش باشه. حالا جمهوری اسلامی پاشته رفته تو یمن، آیا فکر نمیکنه که یمن تمام مرز مشترک شمالیش با عربستان سعودیه؟ آیا فکر نمیکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران میشن؟ مصر نگران میشه که یک رژیم، حالا شیعه هم که نیستن، چهار امامی هن، البته آقای عبدالملک حوسی نامه با آقای خامنه ای نوشته اسلام شری شده مثل پدرش بدرالدین، اینا اگر بیان در اونجا مسلط بشن مسلم سعودی واکنش نشون میده. این یه چیز طبیعی بود و من نمیدونم چرا جمهوری اسلامی کور شده بود و ناشنوا و اینو نمیدید و نمیشنو. این سفرهایی که به عربستان میشد پشت هم، نواز شریف میرفت اردوغان میمد، اردوغان میرفت عمرالبشیر میمد، اون میرفت یکی دیگه ملک عبدالله میمد، باید اینا میشستن فکر میکردن مگه میذارن؟ بعد اینا فکر کردن آمریکا چون داره مذاکرات اتمی میکنه دست اینا رو باز گذاشته، خب برید آقا برید حوثی‌ها رو مسلط کنید که اینا القاعده رو به این ببرن. نه، حساب کتابا اینجوری نیست. آمریکا 80 ساله با سعودی‌ها شراکت استراتژیک داره، با کشورهای حاشیه خلیج فارس، فرانسه، بریتانیا التزامات دفاعی دارن، برنامه‌ریزی‌های وسیع دارن. مصر اجازه نخواهد داد باب المندب عرصه ورود و خروج جمهوری اسلامی بشه. رفتن در اریتره جزیره اجاره کردن و در این جزیره دارن تروریست تربیت میکنن، شهروندان سعودی رو بردن اونجا آموزش میدن. خب خیلی معلومه واکنش نشون میدن.
و این واکنش رو دیشب پریشب شروعش رو دیدیم. این ماجرا ابعاد وسیعی داره. متاسفانه طرفی که ضرر خواهد کرد شیعیان و ایرانی ها هستن. امروز شیعیان به خاطر سیاست های جمهوری اسلامی به عنوان ستون پنجم ایران دارن هزینه میدن، تو بحرین، تو عربستان، تو عراق، تو همه جا. به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی شیعیان منفور شدن. در عراق سنی ها میگن آقا داعش باشه شیعه ها نیان، خیلی بده. در لبنان نفرتی ایجاد شده از شیعیان که حد نداره، کشور 6 ماه فلج کردن، رئیس جمهور نداره. بله. یا در سوریه همینطور، در سوریه اکثریت مردم سنی هن. و حالا علوی هایی که از جانب علمای شیعه به عنوان نصیری رد می شدن، برای که اینا همون علی اللهی هستن و البته با اهل حق ما فرق دارن. اهل حق ما بسیار اندیشه پاک و زیبایی آمیخته از ایران و اسلام دارن، اون فرق داره. ولی اینا در هر حال گروهی هستن که تا دیروز تکفیر می شدن از سوی علمای شیعه. مرحوم شیرازی فتوا داره درباره اینا، علمای بزرگ نجف فتوا دارن. حالا جمهوری اسلامی رفته تو بغلشون و آسیب زده. خب الان سنی به کجا رسید؟ یعنی آیا این همینه. بچه شمنداز دیده میشه آقای نوریزاده؟ ببینید آقای چالنگ، جنگ شیعه و سنی یعنی چی؟ داریم میبینیم آقای هادی العامری دست میده گردن قاسم سلیمانی، عکس آقای خامنه‌ای رو میبره بالا، وارد منطقه سنی نشین میشه، افرادش خونه رهبران عشایر سنی رو ویران میکنن و 150 نفرشون رو گروگان میگیرن. این یعنی چی؟ یعنی ایجاد نفرت، همون کاری که مالکی 4 سال در عراق کرد و منجر به تشکیل داعش شد در سوریه، در لبنان و حالا در یمن. آقای سازگارا تفسیر شما رو میشنم. سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی آیا در کنار عوامل دیگه داره منطقه رو میبره به طرف یک جنگ مذهبی؟ بله، ببینید الان در یمن جنگی که درگیر شده و 6 کشور خلیج فارس منهای البته عمان که شاید به دلیل دوستی و نزدیکیش با ایران در عملیات شرکت نکرده، با اعلام پشتیبانی مصر که اعلام کرده او هم پشتیبانی نظامی میکنه، حوثی‌های یمن رو زیر آتش گرفتند و در واقع با عنوان ائتلاف حمایت از مشروعیت یمن به درخواست دولت منصور هادی در واقع وارد یمن و جنگ شدند. ایران تصورش این بود که عربستان با تغییر پادشاه و گرفتاری هایی که پادشاه جدید داره، آدم ها رو داره جابجا میکنه، آدم های خودش رو میگذاره، یه مقداری هم کشمکش های درون قبیلگی در سعودی بروز کرده و بعدم اون اظهار نظر به نظر من نابخردانه وزارت خارجه امریکا که گفت ما مدرکی نداریم دال بر اینکه ایران در یمن دخالت میکنه، فکر کرد که میتواند در اونجا اسب تازه. حوثی ها تا عدن، تا فرودگاه عدن پیش رفتن و بعدم در نزدیکی باب المندب که یکی دیگه از آبراه‌های استراتژیک دنیا هست میتونن بساط پهن بکنن و خیمه بزنن. به هر حال واکنش نشون داده شد و تا اینجای کار محاسبه درست در نمیاد. من البته باورم این است که به سرعت مسئولین جمهوری اسلامی سعی خواهند کرد که ردپای موشک‌ها و آدم‌ها و اینهاشون رو در اونجا پاک کنن و چون علنی هم همیشه انکار میکنن که در یمن حضور دارن، برای اینکه وحشت دارن از اینکه درگیر جنگی بشن در یمن که اون سر 6 کشور خلیج فارس باشن و یا سنی های دنیای عرب اهل تسنن همه در اون مشارکت داشته باشن، به خصوص مصر که ارتش بزرگ و نیرومندی داره. ولی ببینید به نظر من آقای چالنگی، آنچه که جمهوری اسلامی داره میکنه الان که به قیمت هزینه کردن میلیاردها پول اون مملکت، درسته پولای قاچاق رو بخشیشو میبره خرج میکنه، ولی خود این قاچاق از تحلیل بردن
توان ملی اقتصاد ماست. درسته که ظاهرا در ردیف های بودجه چیزی نمی نویسن، ولی این مؤسسات غول پیکری که دست آقایون هست و دزدی هایی که در بخش قبلی صحبت عرض می کردیم از این پول ها که باز توان ملی اقتصاد ماست از دست و دهان بچه ایرانی داره گرفته میشه. مثلا در عراق 30,000 بسیج مردمی درست کردن که پولشو ایران میده. بالاخره اون آقای آمهادی الامری که اونجا هست اصلا آدم ایرانه، حقوق بگیر ایرانه، اسلحه میدن، اینا پول مملکت ماست میره. و من واقعا غیر از این که مملکت ما رو در تنگنا میگذاره، توان چیز پولی که باید خرج مردم ما بشه، این رو هم باید عرض کنم که کشوری که بزرگترین امپراتوری های تاریخ آقای چالنگی در طول تاریخ وقتی درگیر جنگ های خارجی شدن تحلیل رفتن و گاهی سقوط کردن، چه برسه به جمهوری اسلامی که الان دیروز پریروز معاون وزیر خود وزیر نیرو گزارش وحشتناکی از وضع آب کشور میداد. 50% رودخانه ها تحلیل رفته، 17% فقط منابع آب سال گذشته تحلیل رفته، و حکومتی که الان نون مردم رو نمیتونه بده، آب مردم رو نمیتونه بده، هوای مردم رو نمیتونه تأمین کنه، اون وقت یک ریال چه برسه به میلیاردها دلار هزینه کردن در کشورهای دیگه، چقدر باید بیخردی، نادونی و پشت کردن به منافع ملی درش باشه. و من واقعا آقای چالنگی تعجب خودم رو و بهتره بگم تأسف خودم رو باید عرض بکنم از پاره ای از روزنامه نگاران و سیاسیون و روشنفکرانمون که چه در رسانه های خارج و چه در رسانه های داخل آب به آسیاب این ماجراجویی ها و این فعالیت ها میریزن. از آقای قاسم سلیمانی به عنوان چه میدونم عارف چوبینه و سردار عارف کشورگشا و اینها یاد میکنن بدون اینکه به درستی روشن بکنن که چگونه منفعت ملی ما داره فدا میشه، چگونه جان هزاران نفر در منطقه داره به خطر میفته. در سوریه بیش از 200,000 نفر تا الان کشته شدن و بدون اینکه بگن که تازه دامن این حرفا تا همین جای کار، من اصلا به آیندهش هم کاری ندارم، همین یک قلم سعودی ها روی قیمت نفت و میانات گازی دست گذاشتن آوردن پایین، تا همین جا مقابله ای که با ما کردن از سلاح پولیشون استفاده کردن، میلیاردها دلار به کشور ما خسارت زده. من واقعا نمیتونم تأسف خودم را هم ابراز نکنم این روزها در صفحات پاره از مطبوعات و رادیو تلویزیون، گاهی آب به آسیاب این بیخردی و ماجراجویی می‌زنه. پرسش این هستش، سیاستی رو که الان جمهوری اسلامی در منطقه پیش گرفته که هم شما هم آقای سازگارا اشاره کردین پیامداش برای مردم ایران، وقتی مقایسه می‌کنین سیاست‌های ایران پیش از انقلاب چه نتیجه میگیرید در کمتر از 2 دقیقه؟ بله، ببینید ایران در یک دولت مقتدری بود، حالا اسمش گشتن ژاندارم خلیج فارس، اما به اعتقاد من کشوری بود که به علت حضور قدرتمندش همسایگانش آسایش داشتن و کسی نمیتونست متعرض اونها بشه. همین سلطان قابوس سلطنت و دولتش رو مدیون ارتش ایران بود که رفتن اونجا به تقاضای سلطان و شورشیان مارکسیست جبهه آزادی بخش که ریخته بودن به اونجا شکست دادن و بیرون کردن، و الا تمام اون منطقه رو روسا و چینیا گرفته بودن. اما امروز جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای کارش نده، هیچ کشوری خوش آمد بهش نگفته بفرماییم بیان اینجا. یه عده شورش کردن، رژیم پاشده رفته به کمک شورشیان. خب این خیلی بده، برای اینکه این اجازه میده فردا کشورهای همسایه ما بیان به اسم حمایت از اهل تسنن بیان به یه عده مثلا در بلوچستان کمک کنن. این درست نیست، این امنیت ملی ما رو به خطر میندازه. پیامدهای این رویدادها طبعا برای مردم ایران میبینیم پیامدهاش و برای کشور ایران زیانبار. اشاره شد به سیاست‌های پیش از انقلاب، پس از انقلاب اشاره شد به فساد و اشاراتی به
فساد در دوران پیش از انقلاب. اما یک بیت هم هست از ناصر خسرو بزرگ که به فقیه اشاره میکنه و به شاه، میگه از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدهاش. سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده در لندن و سپاسگزار هستیم آقای سازگارا در واشنگتن. برای شما عزیزان روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، برای ایران نیز روزگاری خوش توأم با آرامش، برخوردار از احترام در منطقه و جامعه بین المللی و برای همه ایرانیان از هر مذهب و قوم که هستند آرزوی سرفرازی و شادمانی روز افزون. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، نوروزتان خجسته باد.